مهدی کروبی از داخل حصر به خبرگان نامه نوشته. نامه پر از ارجاعات تاریخی درباره تغییراتی در قانون اساسی که باعث شده رهبری اختیارات بی حد و حصر داشته باشد. این نامه چه اثری دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. مهدی کروبی در این نامه به طور مشخص از خبرگان که جلسهشان را صبح سه‌شنبه آغاز کردند خواسته وظایف قانونیشان را درباره نظارت بر عملکرد رهبری انجام دهند و به اوضاع به گفته او اسفناک کشور رسیدگی کنند. آقای کروبی سه خاطره نقل می‌کند از 30 سال پیش و درباره تغییراتی در قانون اساسی که ولایت مطلقه فقیه بدون زمانمندی و با اختیارات بی حد و حصر نتیجه آن است. او به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره انتقادی می‌کند و اینکه چطور شد همان زمان هم مخالفت‌های عده‌ای به نتیجه نرسید. او میگوید می‌داند که این نامه احتمالاً امکان رفع حصر او را منتفی می‌کند، اما گفته نمی‌تواند در این باره سکوت کند. این نخستین نامه مهدی کروبی در این باره به خبرگان نیست. او پیشتر هم نامه‌هایی با مضمون‌های مشابه نوشته. چقدر ممکن است که در شرایط حال حاضر خبرگان از او حرف شنوی داشته باشد؟ و فراتر از همه اینها، این نامه و مشابه آن آیا در وضعیت حال حاضر کشور تاثیرگذار هست؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با احمد سلامتیان، نماینده دور اول مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دوی آقایون. میخوام اول به طور اجمالی و خیلی سریع نظرتون رو در مورد نامه بپرسم. اول آقای سلامتیان، شما بفرمایید. ببینید، همون ترتیبی که در مطلبتون فرمودید، از هر سه جنبه‌ای که شما گفتید نامه آقای کروبی اهمیت داره. یکی از جنبه سیاسی روز و تأثیری که میتوانه داشته باشه در خبرگان و در افکار عمومی، چون نامه آقای کروبی نامه علنی است. آقای کروبی که اشاره کردید که نامه می‌نویسه، معمولاً نامه هاش بیشتر نامه های علنی است و این نامه های علنی یعنی یک طرف سوم خطابی هم هست که خطاب به او هم نامه نوشته میشه و بالاخره یک تحول عجیبی که در شخصیت آدمی مثل آقای کروبی از جوانی که من شاید اولین بار در سال 1345 نامش رو در بین زندانیان سیاسی ایران دیدم تا امروز اتفاق افتاده و امروز به اونجا میرسه که به نظر من یک مقدار افشاگری های جدیدی راجع به پشت پرده جانشینی آقای خامنه‌ای توسط آقای خمینی میگه که تا به حال به این صراحت ما خبر نداشتیم. آقای خلجی، به نظر من کار آقای کروبی از این جهت که آقای سلامتیان گفتن بسیار تحسین برانگیزه، به ویژه اگر در نظر بگیریم که همتایشون آقای میرحسین موسوی هم در وضعیت مشابه هست، ولی در طی این سالها یک سکوت متصل و مداومی رو رعایت کرده و چون این سخنانی که ما از آقای کروبی شنیدیم در نوبت‌های مختلف از ایشون نشنیدیم، از این جهت مهم هست. اما من فکر می‌کنم تأثیری بر مجلس خبرگان نداشته باشه و تأثیرش بیشتر بر افکار عمومی و بر فضای سیاسی در ایران هست و این نکته‌هایی که ایشون افشا کردن و گفتن خب از نظر تاریخی هم بسیار ارزش داره. در مورد همین تأثیر صحبت بکنیم. آقای خلجی، با توجه به وضعیتی که الان اصلاح طلبان در ایران دارند، فکر میکنید که چقدر این نامه میتونه اونها رو به هوش بیاره به قول معروف؟ متاسفانه این از هوش رفتنشون ظاهراً برگشت ناپذیره. ببینید، یه نکته رو توجه کنید، ما آقای کروبی در این نامه از دو نفر نام برده به طور خاص، یکی آقای هاشمی رفسنجانی و یکم آقای آقای قومی به عنوان کسانی که نقش خیلی مهمی داشتن در رهبر کردن آقای خامنه ای و در افزودن صفت مطلقه به ولایت. هر دوی اینها، یعنی هم آقای رفسنجانی هم آقای آذری، همیشه شبیه آقای کروبی داشتن، یعنی مغضوب حکومت واقع شدن و آقای آذری خب رسما منتقد آقای خامنه ای شد و آقای رفسنجانی هم به نوعی در برابر آقای خامنه ای قرار گرفت و از قضا تبدیل شد به یک قهرمان ملی در ذهن بسیاری از آدم ها، همونطور که الان آقای کروبی اینطور شده. این یک موزن بزرگی است در جمهوری اسلامی که کسی از این آقایون تا مغضوب حکومت نشه حرفای درست حسابی نمیزنه.
و یعنی در حقیقت گفتمان دموکراتیک یا گفتمان مدافع حقوق بشر یا گفتمان آزادی‌های شخصی زمانی از زبان به اصطلاح وابستگان حکومت بیرون میاد که از حکومت کنار گذاشته میشن. این خیلی اهمیت حرفاشون رو کم میکنه. خب آقای کروبی عزیز، شما یعنی در آستانه 80 خورده سالگی، اون هم بعد از مثلا سالها حصر در این حرفا رو میزنی، چرا اون موقعی که قدرت داشتی، چرا اون موقعی که توانایی داشتی، چرا اون موقعی که رئیس یک حزب بودی راجع در برابر قدرت خودکامگی آقای خامنه ای ایستادگی نکردی؟ الان واقعا چقدر مهمه این داستان، انتقاد وارد بهشون. و نکته بعد اینه که انتقاد کردن از آقای خامنه‌ای خیلی ساده است. این که ما بعد خاطرات ایشون داره که کسانی ندارن گفتنش خیلی جالبه، ولی مهمترین چیز اینه که ایشون از خودش انتقاد کنه، یعنی کاری که آقای منتظری کرد، یعنی بگه که من اشتباهی کردم، من چه بله آقای رفسنجانی این نقش داشت، آقای آزادی قمی فلان نقش داشت، آقای خزعلی اون نقش داشت، شما چه نقشی داشتین در به وجود آمدن یک نظامی که به صورت سیستماتیک ظلم میکنه. آقای سلامتی، نظر شما چی هست با توجه به اینکه به هر حال آقای خلجی میگن که این نامه الان نوشته شده، ایشون در قدرت نیست دیگه، ارزشی نداره؟ آقای نظر شما هم همینه؟ و از طرف دیگه اشاره بکنیم به اینکه به هر حال آقای کروبی نامه‌های متعددی از سال 77 نوشته، مضمون‌های تکرار شونده که حالا روند تند شدن هم درش بوده، تندتر و تندتر شدن این نامه. به طور کلی من یه برخورد متفاوتی رو به تاریخ جمهوری اسلامی و شکل گرفتن کلش و شخصیتهاش ممکنه با آقای خلجی داشته باشم و همچنین در ارتباط با آیندهش. و اون عبارت از اینه که برخلاف ادعایی که هر وقت هر کدام از دستاندرکاران جمهوری اسلامی به نظر من به راه راست هدایت میشن و درست، یکی از شرایط این که به راه راست هدایت بشن اینه که از توسن قدرت پیاده شده باشند و شروع میکنن به یاد این بیفتن که انقلاب سال 1357 برای استقرار حاکمیت ملی انجام شده بود، نه برای مستقر کردن نه حکومت روحانیت نه حکومت کسی به عنوان ولی فقیه مطلقه، که امروز که آقای کروبی میگه برمیگردونه ایران را به حد قبل از قاجار. به نظر من قبل از قاجار هم نیست، چون قبل از قاجار سلاطین قاجار خودشون فقط کلب آستان علی میدانستند. امروز رهبر یک نوعی ادعای جانشینی خدایی داره. متناسب با این مسئله، این افرادی که مثل آقای کروبی در جوانی طلابی بودند و بعدش حتی آقای کروبی در مدرسه اول که اولین باری بود که از سیاسی به نظر من رسید به درجه زندانی سیاسی، مخالفت کرد با اعتبارنامه آقای به اسم آقای شیخ اسدالله موعظی که نماینده‌ای بود که متهم میشد توسط آقای کروبی که در صحن مسئله فیضیه آقای نواب صفوی و فدایان اسلام رو کتک زده و آقای کروبی مدافع او بود و او میگفت من به دستور ولی امر اون زمان خودم آقای بروجردی که هیچ وقت خودش مدعی حکومت نمیدانست کردم. ببینید روند این که روحانیون در کشور ایران مدعی حکومت شدن و بعد ولایت فقیه رو مستقر کردن، روندی بود که مبناش این بود که بخش عظیمی از نیروهای دینامیک و نیروهای سیاسی جامعه رو به اشکال مختلف مسحور خودشون کرده بودن و این سحر و مسحور بودن ادامه پیدا کرد. دونه دونه افراد عملا افزون زدائی شدن، یه شرط افزون زدائی شدنشون فاصله گرفتنشون با قدرت و اعمال قدرت. خب بنابراین آقای سلامتیان تأثیرش چیه؟ وقتی که شما در قدرت نیستی و این حرفا رو میزنی چه تأثیری داره؟ به نکته بگم که در این برای من مسئله آقای آذری قمی و آقای رفسنجانی ثانوی است. آقای کروبی اولین بار پاش میکنه که نیروهای نظامی پشت سر این بودند. درست. که بگویند که رهبری شورایی نباشد، فردی باشه. مشخص میکنه که مجلس خبرگان عملا در اون زمان هم مواجه با یک نوع اعمال قدرت و شانتاژ نیروهای نظامی بوده. دوم، آقای کروبی بیان میکنه که در مورد اینکه رهبری هم 10 سال باشه و موقت باشه باز نیروهای نظامی هم. و اینجا یه نکته جدید رو میگه که مثل اینکه در اون جلسه خبرگان که ما تا به حال میگفتیم آقای خامنه‌ای که شأنی به عنوان مرجعیت نداشتن، قدرتشون از کجا بوده، سخنگوی شورای سپاه پاسداران و نیروهای نظامی بودن. به این ترتیب من به شکل دیگری میبینم که چگونه رهبری مرجع تقلید تبدیل به رهبری فرمانده کل قوا در یک کشور رانتی شده. متناسب با این
امروز هم نامه آقای کروبی معنای سیاسی بسیار بزرگی پیدا میکنه. از این نقطه نظری که میگه، هشدار میده به روحانیان هم قطار خودش، به اصلاح طلبان، به جامعه ایران که فریب نخورید. در مرحله بعدی چشمچش اصلی بین صاحبان کلاه خود نظامی و عمامه داران. این رو من ده ها سال قبل شاید برنامه اولیه بی‌بی‌سی بوده گفتم که خلافت اسلامیش در ایران مستقر شده بیش از هر چیز توسط سرداران ترک، اشاره به خلافت عباسی تهدید میشه. امروز روند دموکراسی خواهی ایران توسط سرداران ترک تهدید میشه و از این نقطه نظر صحبت آقای کروبی صحبتی است که هر گناه دیگری رو هم که تا به حال داشته باشه به علت ارزش و شجاعت همین صحبت امروزش من بهش میبخشم شخصا. آقای سلامتیان به مواردی اشاره میکنن که آقای کروبی مطرح کردن. در این صحبت‌ها تشکیک‌های متعددی مطرح شده، هم از طرف جناح راست اصولگرایان، هم از طرف کسانی که بیرون از حکومت ایران هستند، هم از طرف ناظران بی‌طرف به قولی. اونها معتقدند که آقای کروبی به خصوص به نقش احمد خمینی بی‌توجه بوده و همینطور به ویژگی‌های حکومت کردن خود آقای خمینی که در جهاتی گفته میشه حتی از خود آقای خامنه‌ای بدتر بوده در مواردی. آقای خلجی نظر شما چه؟ شما به هر حال در این حوزه کار کردید سالها. ببینید اگر آقای احمد سلامتیان به عنوان نماینده مجلس 40 سال پیش این نکته رو که فرمودن گفتن، پس ما خیلی پیشرفت نکردیم که بعد از 40 سال آقای کروبی همون حرف رو بزنه. این خیلی حرف مهمی نیست. ما این یکی در حقیقت یک راز فاش شده بود و هست. از نظر حالا ممکنه ما خاطرات رو نداریم، ولی خب از نظر تحلیلی همینطوری که آقای سلامتیان گفتن. و فراموش نکنیم که آقای رفسنجانی هم از خاطرات بسیار مهم زیاد گفت، مخصوصا در سالهای اخیر نکته های بسیار مهمی گفت. مسئله شورایی شدن رهبری رو آقای رفسنجانی مطرح کرد. نکته هایی رو که آقای رفسنجانی مطرح می کرد در مجلس خبرگان نکته های کم اهمیتی نبود. اما مسئله اینه که ما با یک ادعای مواجهیم در وقتی که بر سر قدرتند شریک ظلمند، مثل آقای احمدی نژاد. الان آقای احمدی نژاد تبدیل شده به بلندترین صدای انتقاد از قوه قضاییه، ولی چه زمانی؟ زمانی که اطرافیانش و نزدیکانش به تیغ قوه قضاییه دارن سر بریده میشن. بنابراین این برای آقای احمدی نژاد هیچ فضیلتی نیست. زمانی فضیلت بود که آقای احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور این حرف رو بزنه. آقای خلجی میپذیرید که موقعیت آقای کروبی در حصر با موقعیت آقای احمدی نژاد متفاوت هست؟ به هر حال آقای کروبی سالهاست در حصره. هیچ فرقی نمی کنه. بحث سر اینه که شما زمانی که قدرت از دست آقای نامه، اولین نامه مهمی که آقای کروبی نوشت نامه‌ای بود که به آقای خامنه‌ای نوشت برای در مورد اینکه مشتبه خامنه‌ای و نظامی‌ها در انتخابات مداخله کردن. چه زمانی رو نوشت؟ زمانی نوشت که انتخابات باخت، زمانی نوشت که انتخابات از دست داد. یعنی با اینها بازنده هایی هستن که طرفدار دموکراسی میشن. ما متاسفانه در مورد حقوق بشر این مشکل رو داریم. حالا مردم ایران همه به نوع قربانی نقض حقوق بشر هستن، ولی این که گفتمان حقوق بشر الان دست زندانیان سابق افتاده، دست قربانیان حقوق بشر افتاده، این اتفاق خوبی نیست. ما باید در حقیقت این فرهنگ رو رواج بدیم که دفاع از حقوق بشر نیازمند این نباشه که شما اول قربانی از نقض حقوق بشر باشید و بعد شروع کنید دفاع کنید، یا از به اصطلاح لیبرالیسم، یا از دموکراسی، یا از حق آزادی. متوجه منظورتون هستم. حالا فکر میکنید اصلا این صحبت هایی که الان آقای کروبی میکنه در این موقعیت از داخل هست، خودش میگه ممکنه که این نزدیکانش بهش گفتن این نامه ها رو ننویس چون ممکنه در وضعیت تو حتی مشکلاتی برات ایجاد بشه، فکر میکنید که چه تأثیری داره اینکه یه آدمی مثل آقای کروبی چه نامه ای بنویسه الان؟ آیا اصلا در خبرگانی که امروز میبینیم گوش شنوایی هست برای این نامه؟ نه در خبرگان تأثیر میذاره، نه در حقیقت بافت و ساخت قدرت، ولی همونطور که در اول صحبتم گفتم این یک فضیلتی است که آقای کروبی داره در قیاس با آقای موسوی که تصویر به اصطلاح سعی کرده در طی این سالها یک تصویر رمانتیکی از خودش بسازه و وقتی که عکسش منتشر میشه مردم براش قش و ضعف کنن. البته که خیلی مهمتر این کار، یعنی آقای کروبی نشون دهنده شجاعتش هست، نشون دهنده صداقت بیشترش هست، نشون دهنده این هست که بسیار از ملاحظاتی رو که آقای موسوی حالا قبل از حذف یا بعد از حذف داشته نداره. البته یک پوان مثبت هست، اما
تأثیر این تأثیر بیشتر یک تأثیر تاریخی است و بر افکار عمومی است، نه تأثیر بر ساخت قدرت. حالا این ساخت قدرت میگن، چون من اصلاح طلبان رو آقای خاتمی هم جزء ساخت قدرت میدونم، چون آقای خاتمی و اصلاح طلبان در حقیقت از ساخت اصلی قدرت دفاع میکنن. نه آقای خاتمی، نه اصلاح طلبان، نه جناح راست، نه جناح به اصطلاح، نه مجلس خبرگان تأثیر محسوسی از این نامه نخواهند پذیرفت. البته یک کار تبلیغاتی بسیار مهم. آقای سلامتیان، نظر شما چی به خصوص در مورد اینکه اصلاح طلبان با این نامه چه میکنند؟ امروز بعضی از چهره‌های جوان اصلاح طلب نامه امضا کردند، از این نامه آقای کروبی حمایت کردند و گفتند رهبر باید پاسخگو بشه. ببینید، من به طور کلی نگاهم به صحنه سیاسی نگاه پدیده‌های سیاسی و داده‌های سیاسی است، نه نگاه ذهنی تعیین تکلیف کردن با شخصیت ها، اهم از حب یا بغض با اونها. کلیه شخصیت های سیاسی که در یک صحنه سیاسی بروز می کنند و نقش پیدا می کنند ناشی از تناسب قوا در یک وهله تاریخی هستند، نه ناشی از خوشزاد بودن و بدزاد بودنشون، گناهکار بودن و سبابکار بودنشون. درسته اونم تأثیر داره، اما سیاست رو باید عینی تحلیل کرد. اگر من بخوام عینی تحلیل بکنم، میگویم در صحنه سیاسی ایران همون تدبیری که گفتم راجع به نامه‌های آقای کروبی سه طرف وجود داره. یه طرف حاکمیت، یه طرف معارضین مختلفشن، یه طرف یه انبوه مردم. افکار عمومی رو به این سادگی نگیرید که بگید تاثیرش در افکار مهم نیست. افکار عمومی است که 5 میلیون نفر رفته گفته چون لیبر بعد رشته در آید. یعنی آقای خمینی رو وقتی از هواپیما میمده، به من اجازه بدید با تکرار کنم، ایران سال 1357 ایرانی است که شهرهاش پر از افرادی است با بینش و افق سیاسی روستایی که منتظر یک کت خدای بزرگی که در جامعه روحانیت بیاد بهش حکومت بکنه. ایران امروز زیر و رو شده. ایران امروز دهاتش پر از شخصیت ها و آدم ها و انسان هایی است که جایگاه خودشون رو میخوان در تاریخ، اراده خودشون رو دارن. این کس تو هوا نیمده، تجربه روز به روزه. آقای خمینی، آقای منتظری، آقای کروبی جوان، آقای کروبی امروز، آقای موسوی اون زمان، امروز رئیس جمهور اول. این زندگانی جمهوری اسلامی در بالا و پایین رفتن خودش بدل شده به کلاس عظیمی برای بدنه اجتماعی ایران، که این بدنه اجتماعی ایران امروز به نظر من صحبت آقای کروبی به خصوص به عنوان کسی که در اون مسئول بوده و کسی که امروز در سن 80 سالگی شاید از این خود نظر شباهت با من داشته باشه، دیگه نشون میده جاه طلبی سیاسی نداره، خودش رو از گود سیاست خارج میدونه، اما پیامی داره، پیامی به بدن جامعه بده. و اونجایی که پیام آقای کروبی بین مؤمنین به ولایت فقیه تأثیر داره، هرگز گفتگو و صحبت من که از مجلس اول و حتی کارزار انتخاباتیم تحت عنوان مرد بر ضد ولایت فقیه جلساتم را به هم می‌زدن نداره. باور کنید. آقای سلامتیان، چقدر فکر می‌کنید آقای کروبی آیا هم به افکار عمومی اشاره کردید، آیا واقعا همگون هست با افکار عمومی؟ آیا فکر نمی‌کنید افکار عمومی به خصوص بعد از دی ماه، بعد از اعتراضات دی ماه، از همه این حرف ها رد شده، به نوعی میگه دیگه برای من اینها مسئله نیست، و به خصوص به خاطر اینکه آقای کروبی همونطور که اشاره کردم دهه اول انقلاب رو به نوعی تطهیر میکنه؟ ببینید، آقای کروبی توی نامه خودش دهه اول انقلاب رو تطهیر نمیکنه. موارد دیگه هم آقای کروبی، من ازش موارد دارم که تطهیر نمیکنه. تصادفا آقای کروبی حتی در نقد خودش نسبت به شکل گرفتن جمهوری اسلامی در این نامش از آقای منتظری هم جلوتر میره. اما ببین، نکته دیگری که شما فرمودید این که امروز آیا تناسب قوای بدنه ایران تظاهرات دیما هست یا فضای مجازی است، به من اجازه بدید اختلاف جدی داشته باشم با شما. اگر یک زمانی فرصتی دادید بحث بکنیم آقا بدنه اجتماعی فقط بر مبنای ذهنیت لحظه‌ای شکل نمیگیره، بر مبنای 15 تا یا 500 تا یا 5000 تا ترول و 10 تا 15 تا فیک نیوز یا اخبار درست، یا بر مبنای 4 تا تظاهر کننده و 4 تا شعارشون شکل نمیگیره. بدنه اجتماعی یک مجموعه پیچیده است که این مجموعه پیچیده ای به هم خوردن تناسب قواش ضرورتش این نیست که فکر افراد عوض بشه، قدرتشون
نفوذشون در اجتماع، منافعشون، این که به این نتیجه برسیدن که جامعه راه‌حلی جز گفتگو نداره هم برسه. این روند اجتماعی رو اگه من در نظر بگیرم فکر نمی کنم. من تصور ندارم که انقلاب 57 یک امر لحظه‌ای و ناگهانی بوده با هواپیما. نه، آقای خمینی برآمده از قدیمی ترین و قوی ترین نهاد تاریخی ایران بوده که از اصلاحات و دگرگونی های دوره پهلوی به مقداری مسئول باقی‌مانده بوده. امروز هم به من اجازه بدید حداقل بگم که جمهوری اسلامی در زندگی حیات زندگی خودش در 37 سال گذشته در جهت سکولار کردن مفاهیم قدرت که عمدترینش خود ولی فقیه باشه بسیار جلو. امروز آقای خمینی در سال 57 بدون داشتن 50 تا 100 تا نظامی ارتش 500 هزار نفری رو به زانو در آورد. به من اجازه بدید بگم امروز سردمداران جمهوری اسلامی بدون داشتن 50 هزار نفر نظامی جرأت راه رفتن در خیابان‌ها را ندارند. این همون ملته. این ملت چطور عوض شده؟ عوض شدنش رو من اینجا به عنوان یک ناظر شیفته نگاه میکنم و میگم دینامیزم و تحرک جامعه ایران بالاترین دینامیزم و تحرک جوامع خاورمیانه است و به همین علت این جامعه در راه گذار دموکراتیک صرف نظر از اینکه امر چی گفت یا زیدی گفت، گناه این کی بود، گناه این چی بود، گامهای بسیار بیشتری از رقبا و نزدیک‌های خودش مثل کشورهای عربی که بهار عربی رو به اون سرنوشت دوچار کردن بیشتر جلو رفته، دینامیزمش بیشتر. آقای خلجی نظر شما؟ من آقای سلامتیان رو عمیقا دوست دارم، همون دلیل به بخشی از صحبت ایشون که باش موافق نیستم نخواهم پرداخت. خواهش می‌کنم بپردازید آقای خلجی با توجه به اینکه ما اینجا بحث عمومی هست، مخاطبا میخوان بدونن. بخشی از صحبتی که آقای سلامتیان کردن من کاملا باش موافق هستم، ولی بخشی از صحبت ایشون خارج از موضوعه. یعنی بحث ما دینامیزم اجتماعی نیست، اینکه انقلاب ایران البته ناگهان به وجود نیامده، جریان اصلاح طلبی ناگهان به وجود نیامده، همه اینها در یک روند تاریخی بسیار طولانی شکل گرفتن و اساسا مثل هر جامعه اینطور هست. اما بحث الان ما در مورد نامه یک فرد هست، نامه یک فردی که روزگاری یکی از رهبران و معماران جمهوری اسلامی بوده و امروزه در حصر و در حاشیه قرار گرفته. و من نکته که میخوام بگم این هست که ما از زمانی که آقای خامنه‌ای بر سر کار اومد، به هر حال جناح مقابلش رو سعی کرد حذف کنه. دعوای آقای کروبی یا آقای خامنه‌ای بر سر حقوق بشر شکل نگرفت، بر سر دموکراسی شکل نگرفت. دعوای اینها دعوای جناحی بود. او میخواست حاکم باشه و طرف مقابل توانست که او رو به کنار بگذاره. و اینها به تدریج تبدیل شدن به آدم‌های دموکرات به خاطر اینکه در قدرت نبودن. اینها تبدیل شدن به آدم‌های طرفدار حقوق بشر به خاطر اینکه قربانی نقض حقوق بشر بودن. بگنم الان هم فکر می کنم اگر آقای کروبی و فرض محال آقای خامنه ای بگه آقا شما دوباره بیاین در شرکت و ببرین، آقای کروبی هم با آقای کروبی بیستش در عمل در ساخت جمهوری اسلامی تفاوت چندانی داشته باشه. همونطور که اگر آقای میرحسین موسوی رئیس جمهور شده بود، من فکر می کنم که عمل روحانی بسیار محافظه کار بود، همونطور که شما میبینید در سخن هم بسیار محافظه کار هست. بنابراین من تصدیق نمی کنم این اشخاص حرف میزنیم. ما داریم در راجع به نامه آقای کروبی صحبت. حرف من این هست که بازندگان همونطوری که آقای خاتمی به عنوان یک بازنده بزرگ هرگز نتونست یک رهبر سیاسی موفق باشه، به نظر من بازندگان نمیتوانند جنبش دموکراتیک و جنبش آزادی خواهانه و جنبش دفاع از حقوق بشر رو در ایران نه نمایندگی کنن نه رهبری کنن. ما باید از سلطه بازندگان بیرون بیان و در حقیقت رهبری رو برندگان، کسانی که به اصطلاح معلوم هست چه میخواهند در حقیقت برندگان به دست بدن. آقای سلامتیان 30 ثانیه وقت داریم برای جمع‌بندی، شما هم پاسختون رو بفهمید. رهبری که پیچ بکنه که خودش دارای اندیشه نابیست به حقیقت مطلقی دسترسی پیدا کرده که باید دیگران ازش پیروی بکنن الا لله، خواه نخواه منجر به یعنی فاشیسم خواهد شد برای من، حالا ایدئوکراسی باشه اتئوکراسی باشه فرقی نمیکنه. اما رهبری که بدونه در هر زمانی پای در گل واقعیت اجتماعی داره، تناسب قوای مردمی داره، چون تناسب قوا متناسب با ذهنیت مردم و مرحله‌ای که مردم اصلا خودشون رو به عنوان رعیت حس بکنن یا به عنوان شهروند حس بکنن و ببینه که چطور فرایند اقتصادی در عمل این کار رو کرده. به من اجازه بدید اگر دانش سیاسی
نظری هم با این تغایر داشته باشه، چون عمل سیاسی بهم نشون داده که عکس العمل کوچه های سوربن در برابر رهبری که خلقش رو بعد از اینکه از قدرت عزل بشه عوض میکنه، با عکس العمل مردم تهران سال 57 فرق میکنه، مردم این روز هم فرق میکنه. علاوه بر این در جامعه جهانی هم به من اجازه بدید، امروز دعوای اصلی ایالات متحده آمریکا در انتخاباتش یا فرانسه در انتخاباتش اینه که دستندار کارانی که وقتی سر قدرت بودن کاری رو نکردن الان مدعی میشن چون کار رو میکنن، در یک حد نسبی تر. ایران هم از این قاعده استثنا وجود نداره. امروزه تعامل با افکار عمومی و تعامل رهبرانی که بیش از آنچه که پیشوا و فورر مردم باشند باید پیرو و سخنگوی یک لحظه یک مطالباتی که توانسته باشه اکثر تناسب قوای جامعه رو بیان بکنه با دنبال اون رهبر رو تأثیر دارن، اما بدن اجتماعی تأثیرش عظیم‌تره. شکل گرفتن بدن اجتماعی و تغییراتش فقط به فقط به حقیقتی که رهبران در گروه های مختلف فکری و ذهنی هم از اینکه خانه تیمی باشه یا تینکتان که مقام فرانسه باشه بهش رسیدن تفاوت اساسی داره. آقای سلامتیان، آقای خلجی، ممنونم از هر دوی شما. ممنون که با صفحه دو همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک یوتیوب برنامه و پادکست اون در توییتر ما به نشانه @bbcpage2 منتشر میشه. در فیسبوک هم برنامه در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همه برنامه های صفحه دو در فیسبوک ما هم آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش. We'll be right back.